سلام بچه، چطوری نمیر تابیکس هستم؟ خوش اومدید به این ویدیوی دیگه. توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم چطور بازی رایگان پلیفور دانلود کنیم و حالا اکانتایی که خریدیم رو وارد پلیفور خودمون بکنیم. اگه دوست داری این آموزش رو یاد بگیری حتما ویدیو رو تا آخر نگاه کن، لایک و سابسکرایب یادت نره. با این کار خیلی حمایت بزرگی از من میکنید. دمتون گرم، بزنیم سراغ آموزش. Let's go. خب بچه ها، همینطور که میدونین متاسفانه وقتی که بخوایم بریم توی پلی‌استیشن استور نمیشه با PS4 ریکورد کرد و ریکورد رو قطع میکنه و مجبورم که با دوربین گوشی از روی صفحه تلویزیون فیلم بگیرم. اگه دیگه کیفیت پایینه ببخشید. خب اولین کار برای اینکه بخوایم بازی فری یا مجانی PS4 رو دانلود کنیم، بعد وارد پلی‌استیشن استور بشیم و خب همینطور که میبینید همین بغل یه سری گزینه است که گیم اینجا داریم و روی گیم کلیک میکنیم، ضربه در میزنیم و همینطور که میبینید این پایین یه قسمت هست به نام فری. روی فری کلیک میکنید و میرید تا این تا All free to play games. خب روی این کلیک میکنید و اینجا تمام بازی های رایگانی که شما میتونید داشته باشید و دانلود کنید براتون میاد. خیلی بازی خفنی مثل ایپکس یا وارزون یا فورتنایت، اینا همشون رایگانه و شما خیلی راحت میتونید دانلود کنید. خیلی بازی های زیادی هست، کال آف دیوتی، وارفر و حالا خیلی بازی های زیادی دیگه که اینجا هستش و شما خیلی راحت میتونید دانلود کنید، همطور که اینید فورتنایت و کلی بازی های دیگه تو این بخش هست و شما راحت میتونید هر کدومشو که خواستید به صورت رایگان دانلود کنید و بازی کنید و حالشو ببرید. حالا میخوام بهتون یه چیز دیگه بگم که چطور حالا بازی هایی که پولی هستن رو ما بخوایم بخریم یا اکانت بخریم یا بخوایم حتی از طریق خود پلی‌استیشن به صورت دلاری بخریم. خب مثلا ما میریم قسمت گیم و میریم و اینجا آل گیمز رو میزنیم. حالا به عنوان مثال ما میخوایم مثلا یه بازی نمیدونم مثلا حالا یه بازی ارزون قیمت مثلا این بازی که 29 دلار رو بخریم. خب شما روی این بازی کلیک میکنید، خب این بازی برامون میاد. شما وقتی بخواین بخرید روی این گزینه کلیک میکنید و همینطور که میبینید وارد این صفحه میشید و گزینه کنسل نمونیکی رو کلیک میکنید، همچین صفحه براتون میاد. شما اینجا اد رو میزنید و اینجا یه سری گزینه هست که میتونید با کارت بانکیتون یا کردیت کارت یا نمیدونم پیپل یا گیفت کارت، که اونایی که تو ایران حتما باید از طریق گیفت کارت شما بازی بخرید. خب شما میتونید برید تو سایت های معتبر و گیفت کارت بخرید. من لینک سایت رو میذارم براتون زیر، سایتی که خودم گیفت کارت میخرم و راضیم در صدام ثانیه هم طول نمیکشه گیفت کارت رو جیمیلتون ارسال میکنه. خب وقتی گیفت کارت خریدین شما اینجا یک کد 12 رقمی داره و این کد رو اینجا کلیک میکنید، اون بغل تیکش میخوره و کنتینیو رو میزنید و بازی شما خریداری میشه. همونطور که میبینید من الان حسابم 1 دلار شارژه و شما حالا هر بازی که بخواید رو میتونید به این صورت از طریق خود پلی‌استیشن با دلار خرید کنید. خب ولی بعضی سایت های دیگه هم هست که اکانتی فروشند که الان بهتون توضیحشو درست میدم. خب بچه ها، همینطور که دیدید من آموزش دانلود کردن بازی رایگان پلیفور رو بهتون دادم. حالا بریم سراغ بازی های اکانتی، خرید اکانت بازی. خب بچه ها، سه تا نوع اکانت وجود داره. اولین اکانت ظرفیت 1، دومی ظرفیت 2 و سومی ظرفیت 3. خب هر کدومش حالا با هم متفاوته. حالا ظرفیت اول که همون اکانت هکی است که دیگه فکر کنم همه بدون چطوره، یعنی وقتی اینترنتتون وصل کنید بازی کامل قفل میشه و دیگه اصلا نمیتونید وارد بازی بشید.
خب ظرفیت دوم که به نظرم بهترین ظرفیت داره خرید بازی ظرفیت دومه. توی ظرفیت شما اکانتی که از سایت میگیرید رو واردش میشید و حالا رمز و ایناش رو میزنید و وارد میشید و بیت قسمت تنظیمات توی اکانت منیجمنت و پریمیری PS4 اگه اشتباه نکنم کلیک میکنید و گزینه اکتیو رو میزنید. دیگه بازی که خریدین، اکانت بازی که خریدین براتون توی اکانت اصلی خودتون میاد، یعنی شما توی اکانت اصلی خودتون بازی که خریدین هست و خیلی راحت میتونید بازی کنید. هر چقدر میتونید بس کنید بازی از بین نمیره، شاید قفل بشه، ولی شما راحت میتونید برگردید تو اکانتی که خریدید و دوباره اکتیوش بکنید که من آموزشو جلوتر بهتون دادم. بهترین اکانت اکانتای ظرفیت دومه و یه اکانت دیگه که میمونه اکانت ظرفیت سه. ظرفیت سه به این صورته که شما باید تو اکانتی که از سایت خریدید بازی کنید، یعنی مثلا یه اکانت میخرید دیگه فقط باید رو اون اکانت بازی کنید، اینترنت رو اینا وصل کنید، اصلا قطع نمیشه، ولی بعدش اینه که تو همون اکانت باید بمونید، دیگه به اکانت اصلی پلی‌استیشن خودتون نمیاد. و اینم که اینجور به نظرم بهترین ظرفیت دومه که گرونتر از همه شون هم هست اما ارزشش رو داره. خب بچه ها شما مثلا اکانتتون رو از سایت خریدین و حالا میخواییم وارد پلیستیشن خودتون بکنید، روی نیو یوزر کلیک میکنید و روی پلی از گاست اگه درست کنده باشم کلیک میکنید، سانگین رو میزنید و همینطور که میبینید اینجا برای شما میاد و شما بعد ایمیلی که اونجا از سایت گرفتین رو وارد کنید و رمزی که بهتون داده. خب وقتی رمز و ایمیل زدی اینجا سانگین رو میزنید و وارد اکانت میشید. خب بچه الان یه نکته درباره اکانت های ظرفیت دوم بدم. من این فالگایزم و ظرفیت دوم خریدم، همینطور که میبینید الان قفله و این هیچ نگرانی نداره. وقتی شما اکانتتون ظرفیت دوم باشه همینطور که میبینید الان قفله، وقتی ظرفیت دوم باشه وارد اون اکانتی میشید که یعنی اون جیمیلی میشید که از قبل سایت به شما داده بود به عنوان اکانت ظرفیت دوم. الان بریم وارد شیم. خب الان وارد اکانتی شدم که سایت به من داده بود و اکانت ظرفیت دوم هستش. الان برای که قفلم از اونجا باز بشه فقط نیاز به این کار داریم، بعد بریم توی اکانت منیجمنت و روی اکتیو از یور پریمیری PS4 کلیک کنیم. همینطور که میبینید الان دی اکتیو ره و شما باید روی اکتیو کلیک کنید و خیلی راحت نوشت اکتیوت. حالا بریم ببینیم رو اون اکانتم اکتیو شده، قفلش باز شده یا نه. خب بچه برگشتم به اکانت اصلیم، همینطور که میبینید قفل بازی فالگاس خیلی راحت باز شده و این از خاصیت خیلی خفن اکانت ظرفیت دومه. اگه ظرفیت سوم بود که شما نمیتونستید بیارین توی اکانت اصلی خودتون و فقط بعد توی اکانتی که سایت بهتون داده خریداری کردید بازی کنید، ظرفیت یکم که اصلا شما نباید وای فای وصل کنید، وقتی وای فای وصل کنید کامل بازی قفل میشه و دیگه اصلا امکان باز شدنش نیست. پس بهترین اکانت از نظر من ظرفیت دومه، یا قانونی این اکانت های ظرفیت دوم سوم کاملا قانونیه، یا شما میتونید از توی استور همونطور که گفتم با گیفت کارت با دلار خرید کنید که خیلی گرونتر میشه. پس بهترین انتخاب اکانت های ظرفیتیه، ظرفیت دو و سه بهترین ها هستن. بچه امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه، حتما نظراتتون رو بگین، لایک و سابسکرایب یادتون نره، با این کار خیلی حمایت بزرگی از من میکنید و دمتون گرم. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.